افغانستان کشوری که در کنار چالش‌ها و معضلات حل ناشده تاریخی، شخصیت‌های فرهنگی، اهل قلم و تحلیل فکر را که در عرصه زندگیشان پیشگام بودند را در خود پرورانیده است که سرآمد روزگار خود نیز بوده و هستند. به ویژه در چند دهه پسین و با دست یافتن افغانستان به امکانات گسترده‌تر در راستای فراگیری علوم، ترویج بیشتر تکنولوژی، دسترسی به مطالعه بیشتر و تقویت توسعه نهادهای آکادمیک، شخصیت‌های ورزیده‌ای را به جا گذاشته است. در این برنامه پیشگامان به سراغ یکی از نخبگان علمی می‌رویم که تحقیق و دانش اندوزی آن را به یکی از شخصیت‌های شناخته شده ملی تبدیل کرده است. کسی که بیش از 40 اثر کتاب را منتشر کرده و صدها مقاله را در رسانه‌های چاپی نیز به دست نشر سپرده است. دکتر حسین مسعود، استاد دانشگاه کابل، شخصیت نام‌آشنا در رسانه‌های داخلی و خارجی، نویسنده، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی، سیاسی، کتاب‌های زیادی که بیشترشان اقتصاد محور می‌باشند را نگاشته، یکی از این پیشگامانند. در این برنامه چند چون زندگی این فرهیخته را پی می‌گیریم و از او می‌پرسیم که فراز و فرودهای زندگی را از کجا و چگونه آغاز کرده است. ما در یک فامیل کاردار بلندپایه دولتی تولد شدیم در 1335 در کابل. اصلا از ولایت غزنی هستم. مکتب و تجربی دارمامین خلاص کردیم و بعدم مکتب و بیبیر رفتیم و رفتیم فاکولته اقتصاد خلاص کردیم و فاکولته اقتصاد با کادر ماندیم، رفتیم ماستری کار کردیم و الان در آخرین زمانه های دکترا هست. زمانه قسم شده که ما را در حقیقت چنین به این جاده ها آورده. اولین نوشته ایم یک نوشته بود که در روزنامه پامیر شاروالی کابل وقت که نهایت پژوهان گردانی را مدیریت میکرد به چاپ رسید که جهان سیوم یا کشورهای رو به انکشاف کدام یک. این از یک سوال یکی از مسئلین در قد چیزی شد. ما خواستم برای مسئلین چیزی بویم که چنین چیزی هست، پس او بود از او چیزی نشته کردم. آغازم از همونجا بود تا یکی که پوهنتون گاوی شیری شد که در هفته‌نامه کابل چاپ شد و غوغا برپا کرد و از خاطر از پوهنتون اخراج شدم و زندانی شدم و تعداد آدم هم زندانی شد. ما مظاهره کردیم و سه ماه یکی از پانزده ها را مزدود شد و بعد هم از اون خاطر رفتم به اداره امور شامل شدم و در اونجا در معاونیت اقتصادی، در کارشناس مالی و پولی ریاست جمهوری و بعدا رئیس تحریرات اداره امور ریاست جمهوری قرار تکیه زدم و بعدا در وقت طلبان بودیم باز رفتیم فرار کردیم بیرون و آرام آرام کار ما شروع شد. ولی کارهای رسانه‌ای تصویری را اولین کار به تلویزیون بی بی سی آغاز شد. موقعی که طلبا و استاس ها میرفتن که رخت ببندن و از قدرت برن نسو، کی کلارک خبرنگار بسیار قوی بی بی سی در اسلام آباد با ما مصاحبه کرد و من اولین افغان بودم که قبل از برمخوری قدرت طلبا باشان مصاحبه انجام دادم. و بعدی که محمد مهران پس کابل به لوژیگ استراری و وز کمیسیون 21 نفره شدم، در حقیقت وقت رسانه های بین المللی زیاد می آمدن، ما مبرزین ها حرف می زدیم تا ای که تلویزیون های دیگه خود ما با وجود آمد و داخل از او شدم. یعنی قبل از اینکه ما به رسانه تصویری برم بر یک مقاله نویس بودم، قبل از اینکه کتاب نشر کنم هم یک مقاله نویس بودم و زیادتر هم وقتا مقاله رو به منظور پیسم کار میکردم برای اینکه وضع خراب بود و ما باید مقاله نشان میکردم در مقابل حق الزمان میگرفتم و خصوص هفته‌نامه کابل و اخبار هفته و اینا برای ما پول میدادن و ما کار انجام میدادم. اون از اون لحاظ آسته آسته آمدیم و اول به گفته شما که دوست رسانه هاستم و هیچ رسانه در افغانستان نیست که با اون نباده شما تا رسانه هایی که در اطراف ما وجود داره، در چین و در ایران و در پاکستان و در هندوستان و در جای دیگه هم دارم و در حتی در استرالیا هم گپایم داریم و همچنان در آلمان در رسانه بودیم. از آنجایی که بسیاری از دانشمندان عرصه ریاضی و فلسفه علم اقتصاد را یکی از بخش‌های پیچیده و دشوار علمی می‌خوانند، اما استاد مسعود چگونه خواستند که اقتصاد بخوانند و در این عرصه پیشگام شوند؟ بزرگترین دانشمندان دنیا که در نظام ها را تغییر دادند، یک نظام به نظام دیگه آمد،
مسائل اقتصاد بوده. آدم اسمیت نظام سرمایه را که امروز شما سرش کار میکنین آورده، مارکس که نظام سوسیالیسم امروز سرش کار میکنین هم همه آورده. مارک انتلیسا و غیره تمامی در حقیقت مکتبای اقتصادی بودن که از درون خودشان دوباره باز مسئله سیاست و پلیسی های دیگر به وجود آوردن. از این فکر میکنم که در این ساحه من قبلا کدام مطالعه نداشتم که حتما باید برم. در افغانستان مودی رقمی است که یک کسی کنکور امتحان میده و باید یک جا کامیاب شد بدون از اینکه بفهمد چی گفت میره در موجه و اگر نره پدر مادرش حال است که برو. از این لازه است که همیشه کسایی که کنکور امتحان میتن و یک رشته را میگیرن بعد بازو برای نمیکنه در رشته به خاطر از اینکه علاقه مندی رو نداره. یک کسی حقوق میخواه میره ادبیات میخونه، یک کسی ادبیات میخونه بخواه که ادبیات بخونه میره انجینری کامیاب میشه، یک کسی میخواه طب بخونه میره در مثلا در فاکولته علم تربیت. در حالی که اگر هر کدامی در رشته خودش که خانه از او است شامل شود، من فکر میکنم که یک اساس برای رفع او کنکاری هایی که در دوای صورت میگیره به وجود میاد. از این لحاظ من در اقتصاد بسیار خوش هستم که آمدیم و این مسلک پیش میبرم تا اندازه برش کارم کردیم. ولی در افغانستان هایی که انتخاب یا خوب است یا خراب، فکر میکنم که هر کس اقتصاد میکنه، شما اقتصاد میکنه، من اقتصاد میکنم، دکاندار اقتصاد میکنه، هر کس به خاطر یک چیز پیدا کردن حرکت میکنه که خودش اقتصاد است. هر کس میخواد که احتیاج رفع کنه که خودش در حقیقت علم رفع کردن احتیاج اون اقتصاد است. از این لحاظ ما در حقیقت چیزهایی گفتیم در هر دوره‌ای که رئیس‌جمهور جمهور و نظام آمده، ولی که اونا چقدر قبول کردن نکردن گپ الایده است. و در آخرین روزهایی که آخرین کتاب که 41مین کتاب بود که چی باید کرد است که راه بیرون رفته از مشکلات اقتصادی مطرح شده بود برای آقای رئیس جمهور دادم و وزرا خواندن، وزیر سب اقتصاد، وزیر سب گپای دیگر. فکر میکنم که تا اندازه کار شده، ولی در افغانستان مودی رقمی است که اگر شما یک گپ اقتصادی بزنین فوراً یک مقام دولتی میشینه میگه من چنین فکر میکنم، گپ شما را میگیره و در حقیقت بدون از اینکه یعنی دزدی فکر در کشور ما آسانترین و سادهترین مسئله است. هر کسی فکر کسی را میتونه دزدی بکنه برای خودش بویی از ماست و هیچ کسی نیست که بگه که چنین چیزه. از این لحاظ بسیاری از نظریات ما که حاله تطبیق میشه، من تنها خوش هستم که نظریات ما تطبیق میشه با وجودی که حتی نام چی که نمیگم که تعداد از آدم ها به امی چیز معتقد هستن. استاد مسعود سفرهای زیادی به هدف فراگیری علوم و شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی داشته و در کنار دستاوردهای این سفر خاطرات خوب و جالبی از این سفرها نیز دارد. تا امروز 15 کشور از آسیای اروپایی را دیدیم و جالبی است که در 15 کنفرانس بین‌المللی شرکت کردیم. خودم در پاریس شما می‌فهمین که آدم ماستری کار میکنه خارج میره و دکترا هم کار میکنه میره خارج. صرف نظر از اینکه تحصیلات و دکاپورا که ما رفتیم در اونجا درس خوندیم، سفرهای در ایران، در پاکستان، در هندوستان، در ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، سوئیس و فرانسه و آلمان و اتریش رو اینجا داشتیم. در هر کدام از اینا یک چیز واضح است که خودم سفر میکنه چیزها یاد میگیره و خصوص که اشتراک میکنیم در کنفرانس های بین المللی. روزهای اول سخت میترسیدم از کنفرانس بین المللی که چطور میشه از افغانستان برادم بشینه اونجا و نمایندگی کنه و گپ بزنه. پس اونها فهمیدم که افغان هم دارای استعداد خوب هستن و میتونند فکر کنه. فکر ما بالاتر از هر فکر دیگه است، منتها اگر زمینه ایجاد شده. از این لحاظ است که در سمینارها و کنفرانس ها خوب اشتراک میکنم و فقط 3 هفته پیش از امروز در کنفرانس که اتاقای تجارت افغانستان و ایران گرفته بودن و در دانشگاه مدیریت تهران دایر شد، در اونجا رفتم و در حرفایی که در اونجا مطرح کردم باعث شد که تعداد از دوستایی که در اونجا هستن دعوتنامه دیگه را برای مراجع اکادمی که ایران باید براری میکنه دعوتنامه را که باید در اونجا برم گپای خود باید را بکنم. از این لحاظ فکر میکنم که زیاد رفتیم خارج و جانب دیگه در هر 6 ماه یک باین میرم به خاطر که ما کار داریم در این باید میگه بگم. چیز روزا جالبی بود که یکی در یکی از کشورهای اروپایی دعوت شدم و در اونجا کنفرانس بود
پیشوی هر کسی اسناد ماندگی بود که دمو اسناده که باید از او کار شوه. یک سند برداشتم، دیدم که چیزایی را که من میخواندم که در انگلیسی ترجمه شدگی بود که او کتاب من عین شکلم چرا بازار آزاد نه همو بود. من تو برخطا شدم بسیار که نال مردم باید فکر میکنن که این مردکه این از اسناد انگلیسی را در سرقت کرده و به فارسی ترجمهش کرده ولی میگه از من است. فورا بسیار به یک شدت و به یک عصبانیت آخر موضوع باز کردن که کی نوشته کرده و چطور میشه که در اون نوشته بود که پروفسور سید نسود. بله، این مانا داره که چرا بازار آزاد نه این مره که او در قد نوع حرکت های به خاطر نت مقام آرسان بلکه برای کشورهای رو بنکشاف هم هست. امو هم منعیسی یک سنت ترجمه شده اونجا مانده بود و برای بسیار خاطره جالب بود. و یک خاطره جالب دیگه که بسیار جالب استی است که وقتی که یک تقریبا یک طنز بلند بالایی که به گفته پرتاب نادری اولین طنز سیاسی که در افغانستان نوشته شد که نامش از عشق من آمریکا، این بعد یک هفته نوشته کردم در اسلام آباد. بعد این کاری اگه افتاییم من این فهمیدم که بسیار مود میشه و شاید هم مورد قبول واقع شده که اکثر 20 شخصیت در درون زی کار کرده و کسایی که در بیرون میرن با کدام وضعیت قرار میگیرن و در درون ما چی میکنیم. بعد او به پشتو، به اردو، به انگلیسی ترجمه شد. این بر اولین بار بر ما نشان میداد که اگه آدم کار کنه و خودت کار کنی میتونه که ای به رسانه‌های دیگه هم بره و زیاد مورد توجه قرار بگیره. و از امون لازه است که حرکات من زیاد شد که باید کتاب‌های زیاد میشه شد. ما در فامیل کاردار دولتی تولد شدیم و کاردار بلند پایه. این عکس تصویر شما میبینین، این تصویر دوره هفت شورای ملی افغانستان است که آقای غبار، آقای محمودی، آقای تاج، مولی خسته همه شده اینجا بودن و پدرم رئیس عدالت محابسین در قدی کمیسون بوده. اینا پدرم هستن سید محمود آقا، در پالویش وکیل تخار است، پالویشان وکیل فاریاب است و که مادرزم خان اینا وکیل مقار هستن و دوستای دیگر هم نمیشناسم کی است. اینا در ای عکس یه دوره 59 سال پیش است. ارمانا داره که امام رم است. در امی دوره ما تولد شدیم که پدرم وکیل شورا بود و ما تولد شدیم در کابل که در اونجا بوه خانه ما گزرگاه بوده و قبلگاه در دوره هفت شورا که بعدا دوره هشت هم وکیل شد. شما دو تا نشان اگه میبینین، نشان دوره هفت و دوره هشت شورای ملی افغانستان هستن. این یکی از عکس‌های تاریخی است که فکر میکنم که برای شورا بسیار خوب است. عکس بالا عکس پدرم سید محمود آقا است که میبینیم که با او فیشن و دوگپایی که آدم تصور میکنه که 59 سال پیش از امروز در حقیقت لباس وکلای ما و لباس والیا و رؤسای تفتیش و گپای نمیقمی بودن. این عکس پایین تر رو میبینین، این عکس خودم است، در آلمان هستم و مصروف تحصیل بودم در آلمان، وقت آلمان شرق بود. یک عکس لایپزیگ است در جنوب آلمان، یک شهر بوده که اون عکس گرفته. ما یک فامیل کوچک ولی بسیار شاد هستیم. خانم دکتر تب است و چهار دختر دارم که یک دختر در انگلستان تشریف دارن و عروسی کردن و از اون سه تا نواسه بسیار خوب دارم، میثم بزرگ، کمیل عزیز و همچنان نوستای خوب. یک دختر در بانک کار میکنن و ماستری هم کار میکنن، دیگهشان در ستاژ فاکولته طب کار میکنن و همچنان دختر سیومی چهارمی که فعلا در پوهنتون مورا مصروف درس هستن، بی بی ای میخوانن. یک بچه دارن که پالی میششن سید علی سینا، این اسم دوی مکتب دختران افغان در پوهنتون مورا است، اونجا هم انگلیسی و هم فارسی میخوانن. بچه بسیار خوب است، کم شوخ طبیعت است و همچنان کار موتای میکنه، ورزشکار است، یکی از آدم هایست که سپورتر تیم شاهین آسمایی است
و در پولیش هم ریال مدید زیاد دوست داره و در آینده میشه که بویم یک فوتبالر خوب میشه. اینجا هم قسمی که شما در تصویر میبینین کتابخانه ظاهراً کوچک اما پر معنا و پر محتوایی است که مربوط به استاد مسعود است. بیشتر کتاب ها که دیده میشه بخش تجارت و بازرگانی و مسائل اقتصادی است و در زمان در قسمت ها تقدیر نامه و تحسین نامه هایی است که احتمالاً از کارکردهای استاد برش داده شده از سوی نیادهای مختلف، احتمالاً هم نیادهای خارجی و داخلی. و چیز جالبی که دیگه است در بسیاری کتاب هایی که ما میبینیم نام استاد مسعود است، به این معنی که اینا رو خودشان در رابطه با مسائل اقتصادی و ابعاد مختلفی مسائل اقتصادی تألیف کردن. و یکی کتاباش که دارای حجمی بزرگتر است، افغانستان در نشیب و فرازهای بحران اقتصادی و این تألیف استاد مسعود است، کتابی که ظاهراً با شرایط امروز افغانستان سازگار است و بیشتر مسائل اقتصادی است که ما هم سر در نمیاریم. و یک قسمتش است که مزایای استعمال سنگ در بازسازی شهرها، استفاده از سنگ های طبیعی در بازسازی جهت افزودن به زیبایی شهرها، بناهای تاریخی، سرکات در جهان امروز یعنی اروپا و امریکا به صورت گسترده رواج زیاد پیدا کرده است. شروع این روند البته در دنیا به چندین هزار سال به عقب باز میگردد. مجسمه های فرعون های مصر بیشتر از 3000 سال قدامت دارند که منبع مهم آثار خارجی برای مصر به شمار می روند. به هر حال احتمالا در بین این کتابخانه بیش از 1000 عنوان جلد کتاب دیده میشه که اکثرشان تقریبا مندرج شدن و ما دلیلش دهی میدانیم که استاد بیشتر میخوانند و مطالعه میکنند. به او خاطر هم یک مطلب است، میگن در جایی که کتابخانه رو دیدی کتابای پاک منظم بود، به این معناست که اونها رو کس نخوانده، ولی کتابا از قسمی که دیده میشه زیادترشان مندرج شدن و غیر مرتب هستند، به این معنی که استاد زیادتری از زیاد تحقیق کرده و خوانده. و به هر صورت از خودشون دعوت میکنیم بیان تا در مورد کتابخانه، در مجموع در مورد کتابخانه و تقدیرنامه هایی که اینجا وجود داره و در مورد کتاب هایی که تألیف کردن معلومات را بکنن. سلام مجدد بر شما و بر کلگی به کتابخانه خوش آمدید. پیش از اینکه شما را اینجا بخوایم جناب استاد، در باره ظاهر کتابخانه یک معلومات افاقی را کردیم، حالا میخوایم دقیق شد شما بشنویم که چقدر کتاب از دیجا از کیا از کدام دانشمند شما مطالعه میکنین و چقدر این مربوط به شماست. تا جایی که من دیدم زیادتری کتاب ها نام استاد مسعود استاد مسعود، من در حال فکر کنم میشه کلش مربوط شما باشه. قربان شما. این کتابخانه کوچک است واقعا، ولی یکی از یارای زبانهای سخت ما است. ما با 8 بوجی کتاب وقتی فرار کردیم از کابل رفتیم به جلال آباد، پشاور، اسلام آباد، دوباره پس میوردمش. بعضی از کسایی که کوچ ما را میبردن میآوردن فکر میکردن که مردکه یک ذره خلل دماغی داره، کتاب میبره میاره، در حالی که شما میفهمید که برای استاد اصلیش کتابش است. از این لحاظ در اینجا کتاب های یک جلد از یک چی هست، مانا داره که چند جلد نداریم. ما بلندتر از 1000 عنوان کتاب داریم که در قد 1400 متر است. نویسنده بسیار بزرگ چون جان ژاک روسو، چون آدم اسمیت، چون کینز، چون داوید ریکاردو و نویسنده هایی که از ایرانی هستن و در پالوش یک مجموعه کلانه که در خط منجمنت کار میکنیم و اینجا وجود داره که آخرین دستاورده های منجمنت بخصوص منجمنت تمام ساها این کتاب هاست که تازه رو به دست آوردیم. در پالوش کتاب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم داریم، سایه های که تمامی سالهایی که سایه بیرون برایه یک جلدش من میگیرم میارم. یعنی ما تقریبا من یک 30 سال سایه را دارم کتاب هایش که میتونم که مقایسه انجام بدیم. گپ های سر بانک داریم و در پالوش هم توفه های کتابی که ایران داد و غیره او را آوردیم که از در قد از امو دارال تعریف ایران است که بسیار چیزای جالبی است. در اینجا متاسفانه یا تمرد کنم تعدادی از کتاب های من در پولیش ماندگی است. همه قسمی که بله. اولین بار چشم خود به یک کتابی که هجمشان نسبت به دیگر کتاب ها بزرگتر بود، افغانستان در نشه و فراز های بحران اقتصادی. بله. متوال در مورد این معلومات بوده، بعد در مورد دیگر کتاب ها و بود که از کدام وقت بله. اولین کتاب چاپ شد. این کتاب دتن یک چیز جالبی است که
یک وقت میخواستم که تمام چیزها باید از بین بره، جنگ بود. ما با موقفی که در اونجا قرار گرفتم در خود دولت افغانستان در اون زمان، خواستم تمام اسناد را که تمامی ارزش های ما از بین رفته او را پیدا کنم. معنا داره که در این کتاب ما تمامی چیزهایی را که داشتیم و تمامی چیزهایی که اساس دادیم در کتاب داخل است، و تمامی سکتور خصوصی، سکتور دولتی، تمام معادن، تمام فابریکات دولتی، تمام سرک ها، تمام گپا حساب شده، سنجش شده، و به خاطر بازسازیش هم در قطع سنجش های معین آمده که فکر میکنم که یکی از دوستایی که در مصر بود، اونا به یکی از دوستای ما در قطع یک نامه نشه بود که از سال 1375 71 بخشن تا آخر 1375 و وقت طلبا همچنان که تمامی اسناد از بین رفته بود، تشکری کنید از اینکه ایره به وجود آورد. و بعد از هم ما شروع کردم که این ادامه دادن در وقت طلبا هم تا آخر طلبا هم رساندیم. وقت از سال 2001 به بعد هم آل کار سرش میکنم که اگه بتونم که آخرین رقم را هم به دست بریم که این زمانه را سال 1371 تا سال مثلا 2020 بیره بسیار خوب است و شما میتونم پیداش بکنیم. در پلوش کتاب های دیگه، کتاب های هم اقتصادی است، هم کتاب های ادبی است، هم کتاب های تاریخی است. از این یک شروع کنیم، ما داریم، بله، میدونیم که سیاست های پولی است، همیاری دست داده میشه در فاکولتی اقتصاد. این دقیقه مجموعه تمام سیاست هایی که ما در پول به کار میرم است. این کتاب این بار روسیه بعد از عراق است، مجموعه مقالات است. یک مقاله ای بود که آمریکا با وقت بالای عراق حمله کرد. من فکر میکردم که حتما روسیه هم باید در تحریم قرار بیده که گرفته، یعنی پیش بینی ما درست آمده. این منج مسئله غزنی گنج آزاد ما اولین کتاب است که من در پاکستان نشر کردم، چون خودم اینجا زندانی بودم و این به نشر رسید. از این خاطر کمی غلطی ها داره و از لازم لایی، ولی در اینجا 890 تا شخصیت غزنی معرفی شده از سال در سال 1919 تا 1995 مطرح شده. این کتابی که میبینین در حقیقت یک نوع دیپلم است که از روسیه گرفتم. کتاب دیگه تن سنجش مالی افغانستان است که اولین بار ما مالی را سنجش کردم که چگونه سنجش شوم. کتاب تجارت با بازرگانی داخلی و خارجی است، این بالا، که در حقیقت اساسات تجارت نشان میده. در پلوش این کتابی که زمینه پول و کردیت است، در آستان قدس، در کتابخانه آستان قدس در ایران ثبت است که وقتی شما بکشین این مبره بدون یک مثل یک کتاب، و در از افغانستان یک کتاب دوی است، همین کتاب ثبت است. کتاب دیگه که از نجوای من است، یک بچه ها شلع گرفتن چیزهایی که من یکان چیز میگم که تنیر نشر میکنیم، خوب نشر کنیم. کتاب دیگه اینی کتاب بسیار کتاب جالب است که آخرین کتاب ما بوده همی بود که تره درباره رونت در حال اقتصادی افغانستان است چی باید کرد. این برای آقای غنی دادیم در قد اونجا راههایی که ما چگونه راه میتونیم که از اقتصاد نابسامان برن بیرون. سازمان های مالی پولی به این دلیل هم یک کتاب هست که ایجاد شده. این کتاب بانکداری، ترجمه کتاب بانکداری ما که به شو ترجمه شده توسط سید داود صمیم که رئیس فاکولته اقتصاد ننگرهار هستن، و امیال منس یک کتاب درسی در اونجا درس داده میشن. عشق من آمریکا یک طنز نو سیاسی است که ای 120 شخصیت ای کار کرده، ای به زبان پشتو، به زبان اردو، به زبان انگلیسی ترجمه شده. سوداگری در طول لپاره ترجمه تجارت برای هم است که بچاب شد. در حقیقت حقوق مالی که یکی از مضامینی است که در فاکولته حقوق و فاکولته اقتصاد بسیار چی داره، بانکداری با نمی شیوه کلان با می زخامتش، یکی از شیوه های نو بانکداری چاپ شده، همچنان پول و کردیت با افغانستان در شیف راز بران اقتصادیش. پشت پرده کسی هست، نوی یک حرکت است که طالبا را نشان میده. اینی پشت پرده کسی هست، معنا داره که این کتاب یک کتاب است که یه هم به انگلیسی ترجمه شده، تمامی زمان اقتصاد زمان طالبا را می که طالبا چگونه آمد چگونه رفتی دیده میشه، و در این یک لستی است طالبای معتدل است که امی لحظه که وقت مذاکره میکنه دولت امرای زمان کسایی که در این کتاب است، آقا مثلا سید متصم آقا و غیره حقوق مال کسایی که شما قبلا پیش بینی کردین و نامشون بین بله. طالبای معتدل در کتاب گنجیدن بله بله آری به اصطلاح دولت بخوندش. از با تمام با تمام کاراکتریستیکاش یعنی معنا داره که اگر وقت باشه مثلا میگم که اصلا در اینجا پیسی بوده که چقدر پیسه بر کلی داده، متوجه هستین پیسویش که چقدر پیسه می دادن، و یک لست بسیار قوی از طلب واسین جزه.
بسیار کتاب جالبی است که وقتی که آقای کرزی دید در اونجا فوق العاده لطف کردن، گفتن که این اولین بار است که چنین کار را انجام دادن. ما در اینجا یک لستی از طالبان را دیدیم و او برای ما بسیار این است، برای ما بسیار خطرناک بود. او وقت هم عالم خطرناک است. شما میتونید ببینید مثلا ما از آغاز کردیم از ملا احمد عمر خان، نشمی ملا احمد عمر خان پشتون است، امیرمونی است، رهبر طالبان و تک از ولایت کندهار. ملا احمد امین ربانی پشتون است، رئیس شورای سرپرست طالبان صدر بوده، مرد شماره دوم نورزه است قندار. ملا محمد حسن، ملا محمد عبدالکبیر، ملا عبیدالله، ملا عبدالرزاق، ملا عبدالدین عبیدالله و خزاق، ملا حمدالله، ملا طاهر انوری، ملا امیرجان متقی، هم از اینا در خط لست داده شده. اینا آمدیم سر یک کتاب دیگه است، وقت آدم سنگ می شود. یک کتاب شعر سفید است که بیرون برآمد، از جانب بچه های ادبیات فوق العاده مورد تایید قرار گرفت، به خصوص شوای شرق و غیره همیشه لطف میکنن میاله پانس و حسن امین و غیره کلی تاییدش کردن. ادامه از او در قد و خدا عشق را فرید، باز شعر سپید است که بیرون برآمد و فکر میکنم که خوب در این رشته من نمیتونم بگویم که چیزهایی میگم، ولی حتما یک چیزهایی آمد و هر انسان ظاهرا شاعر خلق میشه و باید چیزهایی داشته باشیم. کتاب دیگه که شما میبینید در اینجا است، نگاه گذرا بر تاریخ مالیات بر افغانستان است که ما اولین بار است که تاریخ مالیاتی افغانستان مطرح کردم در اینجا و هیچ گاش کس دیگه راجع به این گپ نزده بود و در اونجا فرمول دادیم که فرمول چگونه است. این چیز دیگه که میاد چرا بازار آزاد نه، دلیل از اینکه با نظام مارکت بر ما نشست نمیکنه و این نظام نمیتونه که قابل قبول باشه، در این کتاب نشسته شده چرا بازار آزاد نه، چیز بسیار جالب بود. و جانب دیگه ما در اینجا اقتصاد برهم را مطرح کردیم که 120 از واژه هایی را که بسیار ضرور است که به یک ژورنالیست بخونه یک چیزی یا بگیره. ما یک وقت درس هم میدادیم اگه شما یادتون باشه، یک زمستان بود به اتحادیه ژورنالیست ها بوده، در اونجا با استفاده از اون گپ ایجاد کردم که برای یک ژورنالیست، برای یک حقوقدان، برای یک انجینیر، برای یک دکتر همه واژه های اقتصادی ضروری دیگه نیست، ولی ضروری ترینش نمیجه وجود داره که اقتصاد برهم است که فروش بسیار خوب داره و دقت گرفتنش. سازمان های پولی و مالی بین المللی منطقوی را آغاز کردیم. ما نادره که یک سازمان مالی پولی بین المللی داشتیم، منطقوی شد در دقت حرکت داده. این سازمان مالی پولی بین المللی است، منطقوی است، چیزی که این معنا داره که در اینجا مسئله سازمان بریکس، مسئله بانک ایکو، بانک سار، ایگاپا مطرح شده و در دقت اولین بار است در افغانستان، تو در منطقه در ایران نشده بیکاره. و سیاست های پولی که آل درس داده میشه که رقم سیاست پولی تکاملی یافته است. در این یکی از کتاب هایی که سرش می نازم محاسبه مالیاتی در افغانستان است، این از وقت احمد شاه بابا تا آل را سنجش شده و بر هر دوره یک فرمول خودم بوجود آوردیم. یعنی مثلا وقتی ما میگیم که طریقه سلس میگین، شما طریقه سلس دیگه تشریح نمیکنین، فقط میگین سگماوی بر 3 ضرب 1 مساوی به تی وی. این در خط مانات تیجی، این مانات داره که مالیات را تقسیم 3 میکنین، ضرب 1 میکنین، میبرای هر چی که برآمد حاصلات از بوره اون مالی است. این در خط فرمول بندی شده تمام مالیات افغانستان در این مطرح شد و عشق می پشت پرده کسی هست بسیار عمده بود که ما شما گفتیم که اولش یا آقای رحیمی، سلام رحیمی که آقای رئیس اداره مور است، به چاپ رساندن در وقت و پولو کردید که کتاب درسی فعلی ما است. 5 چاپ شده و هر چاپش هم به 2000 رسیده که معنا داره که 10000 جلد چاپ شده و به اختیار بچه ها گذاشته شده. این 41مین کتابه و 42مین کتاب، کتابی که میبینید اینجا است که عمدتا شاید به حدود 10 روز بعد کتاب بیرون برایه و این یک نوع ترجمه است که هم ترجمه است هم خودم مداخله کردیم. معنا داره که این کاملا ترجمه نیست، یعنی معنا داره که دو تا نویسنده انگلیسی هم برای ما یک جا کار میکنیم، چیزایی که اونا میگن ما چیزایی خودم میگم، برای اینکه زمانه اون 1995 است پسانتر آمده، باز افغانستان گپ میزنیم، از کشورهای بنگشاف گپ میزنیم، بعضی حرکت ها و گرافه های خودم باوجود میارم، این داخل میکنیم و انشاءالله که به چاپ میرسیم. مجموعه آثار نوشته شده توسط استاد مسعود به 41 عنوان میرسد که درصد بالای آن مربوط به اقتصاد میشود. وی در رابطه به فعالیت هایی که در این زمینه انجام داده از نهادهای مختلف تقدیرنامه های نیز به دست آورده است. در حقیقت هر کدامی از اینا یک مخار چشم دولتی های ماست. جاد شما میبینید که اینی را ای چیره که برما دادن
ببینید که نشست از یک سازمان بین‌المللی برای ما آوردن، گفتی از شما باشن، زنده باشن. یک چیز دیگه که از کابل بانک بوده که تقدیرنامه است، اینی از یی از انجمن فارغ التحصیلان ژاپن است که برام دادن. در اونجا اولین بار تمام دکترا و ماستراشون جمع شد و راجع به 8 حوزه اقتصادی که باید ما افغانستان رو به 8 حوزه اقتصادی تقسیم میکنم و 5 حوزه صنعتی و 7 حوزه آبی بسیار مورد توجه قرار گرفتن و اونا گفتن که چنین چیزی است. پانتون مریم در حقیقت لطف کردن که دو سال تقدیرنامه رو دادن و در پالوش انجام با در حقیقت مو مجمع که مجمع جامعه مدنی افغانستان است که آقای عزیز چیش روشی است. اینی یکی از توفه های جالب است که شهر سویس است. از سویس است، شما اگر توجه کنید بسیار جالب است. سویس یک کار جالب انجام داده. سویس صادر کننده نمی سنگ است. سویس اونو هر کسی که میان برشون چنین چیزی را میتن برشون و در پالوش سنگ خودم در قطع برشون اشتهار میکنن. ببین جالب است نه، از سویس چنین چیزی برای ما، اگر کس سنگ بتن شاید بگیم به سرخ میزنم، ولی اونا چیزی را رایی کردن برای ما دادن دیگه. یست در پالوی ازی چون مواز به شورای مشورتی وزارت معدن صنایع هستم، از این لحاظ در یکی از جلساتش کلیبند لاجورد برای ما دادن که اینا هستن. آیسا هم لطف میکنن برای ازی که زیاد پرشون کار کردم در قطع مسئله آیسا رو هم چی کردم و در پالوش هم یک لب سپاس از اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان هم لطف کردن و برام دادن که فکر میکنم که برام امینیاش بسیار خوب است. تقدیرنامه ها را از دولتی را گرفتیم و هیچ جا خوب در طرف ایدگاپا را نمانده میجه و خاطر ازی که نمیارزه که چنین کار انجام بدن. یک چیز بسیار توفیه که بسیار جالب برام رایی کردن گنجینه عشق است که را برام نشته کردن و او گنجینه عشق از جناب آقا سید منصور نادری است. این را برام رایی کردن، باز شدن بسیار جالب است. این گنجینه عشق تمامی اشعاری که عشق تنها عشق داره در حقیقت جمع شده و این را آوردن و یک چیزم برام نشته کرده بودن که فکر میکنم که یک چیزه که جالبه. این سایز است تمامی اشعاری که عشق است. تمام از اشعاری که واجه عشق ده است نمیجه از شده منوشتشون نفهم ده اینجا از شعرهای مختلف است. از شعرهای مختلف است بیاله از کل شعرهای مختلف است. چیزی از بیره هم میشه هم میجه آلی از یه عشق نامه که شما و آقای نادری سزاوارش دیده خوب باید که کرده میشه یک چیز بخونی که جدا متفاوتر با کار اقتصادی است. مگو چرا از خود ایتا نخونم؟ ما به سرنوشت خود گفتیم، سرنوشت ما که میگم مانا داره که سرنوشت افغانستان ها، سرنوشت من از من است، من به فردای سرنوشتم آواز میخوانم، ولی تو در جاده های گیرمانده شب فردای مرا تصویر میکشی. چی سرد است سرنوشت تو در باغ سبز من. این برای او کسایی است که ما را همیشه در خزان گیر میکنن، ولی من میفهم که فردا رو من خودم میسازم و او آدم در باغ سبز خود حتما گیر میکنم. میشه که ما خودت به دنباله به ادامه گزارش اکثری بزنیم به دانشگاه و از شاگردهایتان هم بپرسیم در مورد کارنامه‌هایتان؟ بسیار خوب است. ما فقط امروز روز دوشنبه است و ما 20-11 درس دارم در صنف های 2 اقتصاد، صنف 3 اقتصاد. میتونم برم اونجا بچه های سفسی اقتصاد رو ببینیم. بچه های بسیار خوب هستن و ما شیوه های نو کاری داریم. ما کار ما کار گروپی است. ما در گروپ های 5 نفری و 6 نفره تقسیم هستیم، در صف رقمی درس میکنیم و آرزو دارم که امروز سمینارم بچه های ما داشته باشه. ما در هر صف یک سمینارم میتیم در ساعت از نزدیک میبینیم. قربان شما. ما استاد مسعود را که به هدف تدریس دانشجویان دانشکده اقتصاد به دانشگاه کابل می رود همراهی می کنیم. او از پلانهای درسیش می گوید و همچنان تا رسیدن به صنف درسیش بخش های دیگری در داخل محوطه دانشگاه که در مسیر را واقع شده است را به ما معرفی می کند. ما ساعت 20:11 درس داریم در صنف 3 سیاست های پولی درس می دهیم.
و در اونجا سمسته رشته مالی است و رشته یک رشته های بسیار خوب ما هستند در اونجا. ما همیشه موقعی که میرم باز علاوه شب آمادگی میگیرم، صبح هم آمادگی میگیرم، حالا آمادگی گرفتیم و آرام طرف چی میرم؟ طرف پوانتون میرم. این موتر که هست موتر اگرچه زیاد چیز جالب است، در تمام جایز نشست شاگردانش رو میکنن که استاد I love you، بعض کسانش رو میکنن استاد please wash me، استاد کمی مرا بشوی برای زی که سوار خاک برست. از این لحاظ دیگه منال میریم طرف پوانتون. در این مکتبه که شما دست راست میبینید، دست چپ میبینین، بعد این چی رو خواندیم؟ تجربی دارالمعلمین بود یک وقته، بله تجربی دارالمعلمین اینجا خواندیم. در اون وقت آمریکایی‌ها چی داشتن؟ رئیس ما بودن، مدیر عمومی ما بودن و دانشگاه کابل یکی از شادترین و سبزترین کابل است. فکر میکنم که باغ بابر با این نمیتونه تا مقایسه شود. فاکولته زمین شناسی است. در پلش ما شما گلخانه مدیریت عمومی داریم، گلا رو میبینین چه گلا را که در اینجا گلخانه است، گلخانه مدیریت عمومی گلخانه پوانتون کابل است. استاد مسعود شیوه تدریس منحصر به خودش را دارد و در گام نخست محصلان را به گروه ها تقسیم بندی کرده و پس از دادن سوال های مختلف برای هر یک از گروه ها از 5 تا 10 دقیقه وقت می دهد تا آنان گفتگو تبادل نظر کنند و به نتیجه مشخص دست یابند. بعد از آن یک دانشجو با نمایندگی از هر گروه نتیجه درسشان را تشریح می کند و توسط استاد مسعود ارزیابی می شود. مالی با هدف بهبود زندگی و تامین رفاه مردم آسیا و مردم افغانستان تشکیل گردید. در اینجا حدود 40 نفر دخترها و 130 نفر مجموع ما هستند. بچه ها و مسئولین فوق العاده لایق هستند. شما دیدنشان که با سوالی که هیچگاه تا حالا برخورد نکرده بودن چنان جوابه بسیار مسخ میتن. کار ما در اینجا کاملا کار منصر به فرد است. ما کار گروپی انجام میتیم، هیچگاه ما در حقیقت استاد میبری در کار نمیگیریم، شاگرد میبری، خود شاگرد ها کار میکنن در گروپ هایشان، بعد جواب میتن، بعد ما هم در هر گروپ که سوال میتن نمره میگیرن و در هر گروپ مشخصشان اینا سیمینار وارد میکنن. شما همیان میبینید سر میز و پاقبتان که پیشتر شما فیلم برداری کردین، اینا آماده یک ارائه یک سیمینار هستن که در هر روز ما یک سیمینار را میکنیم که در خط خلاف در آیشه امو مضمون ما بکار میره. در خط ما امتحان وسط سمستر نداریم ولی کویزهای معین خود انجام میتیم که در پاینت دو دگه پا تا بتانیم که اونا را آمادگی بتیم برای امتحان های نهایی خود ما. سوال چهارم شما، سوال پنجم شما. همین گونه که تا اینجا شیوا، روش و میتود درسی استاد را به تصویر کشیدیم، حالا میم در مورد جایگاه و شیوه تدریس استاد از محصلین پرسان میکنیم تا چه از عملکرد استاد در داخل سن راضی به نظر میرسند. در قسمت استاد مسعود باید بگویم که استاد مسعود پیش از اینکه ما در 15 اقتصاد کامیاب شوم، پیش از او گچ در تلویزیون دیده بودم و از نظرات زیاد خوشم میآمد. قسمی که در برنامه‌های تلویزیونی شرکت میکرد، خصوصا در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، از نظرات زیاد علاقمند بودم به نظراتش و زیاد نظراتش گوش میکردم. و دیگه که یک استاد خیلی رفتار
استاد خیلی رفتار خوب داره در بین صنف، یعنی صنف ما اصلا احساس نمیکنیم که ما در یک صنف بسیار زیاد در یک صنف دیکتاتوری باشیم، صنف ما بسیار زیاد دوستانه است. همچنان استاد روشی را که حالا ایجاد کرده، این روش گروپی است که واقعا روش گروپی به ما موثر بوده. یک از کاراکتر و شخصیتای استاد مسعود مده وجود از دیده ما میست که با موثرین خود واقعا که رابطه دوستانه و طوری برخورد میکنه که به حیث پدر منوی نه به حیث یک استاد دیکتاتور. استاد بسیار دوستانه برخورد میکنه، ما اصلا فکر نمیکنیم که یعنی یک احساس اجباری کنیم که نه دستان میاییم، کاملا هر کس داوطلب میباشه و بسیار خوش میباشه که دستان اشتراک کنه. ده دی استاد دستم که ده شاگردان سر رویه دست یا رویه که لکه ده کورنه غلی چه و ده بل سر رویه که دیر صمیمی دیر یو خو برخورد شاگرد زدکونکو سره لري او تر دیر حدا دسی مونږه دسی احساس نکو چې مونږ دلته سم تر اغلی او دی وستا سره غیګو دسی احساس کوله کې د خپل پلار سره یا د خپل مشر رور سره چې مونږ غیګو او د دې د برخورد او دلته چې مونږ د پسم کې درس راکې د ډیر نو طریقونه د مونږ ته درس راکې لکه دا وس په افغانستان کې به زموږ د لومړی ځل چې د ګروپی سیستم نه مونږ کار اخلو. فرق یې استاد مو په دیګر استاد یې سن کې زیاتره بالای روحي شاګردا فوکس میکنن و وخت کې بل اولین بار د سن میایان با لبخند میایان د سن و با هر شاگرد سلام علیکی میکنن، بسیار یک روی خوب دارن و همچنان اینا کوشش میکنن که با شاگردها همیشه همکار هستن، مثل یک استاد نیستن، خلاصه بگویم که مثل یک همکار هستن با شاگردها. برخورد دوستانه هم روی ما میکنن و همچنان امی روش را که بر درس خواندن در پیش گرفته که گروپی ما کار کنیم، این بسیار یک روش مؤثر است، مفید است. بر علاوه از اینکه ما از این درس یک برداشت میکنیم، امروی دوستای خود صمیمی و صمیمی‌تر میشیم. اکثر مطالب به دوستان ما قبلا گفتن، ما میخوایم به دو مطلب متفاوت از اشاره کنیم که یکی استاد مسعود، ما فعلا در پنزه ما با کمبود مواد درسی مواجه هستیم، اما استاد مسعود در این رابطه و در این عرصه خدمات شایان را انجام دادن و فعلا استاد مسعود بالاتر از 42 کتاب تألیف کردن که اکثرا مورد استفاده ما قرار میگیره. استاد مسعود افراد زیاد را در بخش اقتصادی، آموزش و تقدیم جامعه کرده است و در بسیاری از پروژه های زیربنایی و ملی در افغانستان نقش مشاور را ایفا کرده و این تلاش های او همچنان ادامه دارد.